در پی انتشار نتایج یک پژوهش درباره افرادگرایی در مهد کودک های اسلامی در وین مناقشات در اتریش بالا گرفته است. عدنان اصلان استاد دانشگاه وین تحقیقی انجام داده که نتایج آن سبب بروز این مناقشات شده است. این تحقیق بر روی ده هزار کودک دو الا ش ساله در حدود 150 مهد کودک اسلامی وین انجام گرفته که در آنها همانگونه که انجیل در مهد کودک های مسیحی آموزش داده می شود به کودکان قرآن یاد میدهند. این استاد دانشگاه در نتیجه گیری این پژوهش عنوان کرده است که حداقل یک چهارم این مهد کودک از سوی فرقه های محافظ کار مانند سلفی و یا سازمان هایی که دین را نه یک موضوع خصوصی بلکه یک مسئله سیاسی و اجتماعی می دانند، اداره می شود. در پی اتشار نتایج این تحقیق بحث بر سر اینکه این مهد کودک در حال ایجاد جوامع موازی هستند و یا حتی گرایان خطرناک داخلی را تربیت می کنند بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه اصلان که یک محقق برجسته در حوزه آموزش اسلامی است معتقد است که والدین کودکان خود را به این مؤسسات میفرستند تا در فضای اسلامی چند سوره قرآن بیاموزند اما نمیدانند که در حال جدا کردن آنها از یک جامعه چند فرهنگی هستند البته بسیاری دیگر نیز یافته های اصلان را رد کرده و روش تحقیق او را زیر سوال بردند شورای شهر ویان برای آرام کردن اوضاع از راه اندازی یک پژوهش عمیق از سوی شش تیم تحقیقاتی قوی خبر داد که نتایج آن امسال منتشر خواهد شد. شهر ویان دارای 842 مهد کودک ثبت شده است که 100 مهد کودک کاتولیک و 13 مهد کودک پروتستان هستند اما تعداد مهد کودک های اسلامی مشخص نیست. اتریش حدود 9 میلیون نفر جمعیت دارد که از سال 2015 بیش از 130 هزار پناهجو را پذیرفته است.